از این مسئله میگذرم چون بیشتر از این قابلیت این رو ندارید که این برنامه بسیار پر اهمیت و از خط خودش خارج بشه. من هم انقدر مورد محبت هموطنانم در طول این 3-4 هفته گذشته قرار گرفتم که آرامتر، متینتر، بدون پرداختن به آشغالهای یا رسانه‌های وابسته به رژیم که دیگه همه تون رو مردم میشناسن. نمونه بارزش اینی که 2 تا رادیوتون، 3 تا تلویزیونتون، 2 تا نمیدونم چیچیتون همه دست به دست هم دادید، 300 تا آدم رو، 2 تا حزب مشروعتون، سازمان پش، همه تون با هم جمع شدید و تونستید 300 تا آدم دیگه شماها رفتید در اون بودی که مردم شماها رو شناختند. دیگه کتاب‌هایی هم که هر چی میفروشه میگه آقا این 3 جلد کتاب رضا شاه است، درسته وزارت ارشاد چاپ کرده، درسته یه ذره بالا پایین توشه، ولی بری بخونید. شالاتان بازی که چقدر جانم، من شروع نکردم. یک پیر دختر ترشیده باز اومد زیر پوست شما رفت، شما رو تهدید کرد امروز بشینید یه نیم ساعت از این حرفا بزنید که از پاتون از گلیمتون دراستر کرد. هموطنان بسیار نازنینم، گرچه پهلوی ها حتی اجسادشان هم در ایران نیست، اما چون نیک و با چشم جان بنگری، نفس و روح آنها رو در همه جای ایران، در جا به جای ایران و هر جا که چند ایرانی، ایرانی پاک نهاد حضور داشته باشند، به نیکی حس خواهید کرد. در جوانمردی رضا شاه، این ابرمرد، این سردار ملی ایران، همین بس که به محض رسیدن به پادشاهی دستور داد استخوان‌های کریم خان زند رو از زیر پای قاجارهای وحشی و بیفرهنگ درآورده و با احترام به شیراز انتقال داده و در آنجا به خاک سپرده و برایش آرامگاهی در خور شخصیتش بنا کرد. رضا شاه بزرگ نخستین پادشاهی بود که به سنت دیرین اما چندش آور حرم سراداری پادشاهان در ایران خاتمه داد. او پس از رسیدن به قدرت نه تنها حتی یک نفر از طایفه مفتخور و تنپرور قاجار را نکشت، بلکه حتی به آنها پست و مقام‌های بالای حکومتی هم داد. خود گفته بود اینها با پول مملکت، با پول این ملت پاپتی و گرسنه درس خواندند و باید به مردم خدمت کنند. اگر قرار بود که پول نفت، بسیاری از این شبه روشن فکران و مزدورانی که برای رژیم و یا اربابانش کار میکنند دائما میگن خب پول نفت بود که رضا شاه مثلا توانست خط راه آهن بکشه، بیمارستان بسازه، مدرسه بسازه، دانشگاه بسازه، این کارو بکنه، این کارو بکنه، اون ویران سرا رو به اون اسکلتش رو معماری بکنه، بالا بیاره در حدی که پسر بزرگوارش بیاد و اون کشور رو در سطح انگلستان و فرانسه و آلمان که اگر 5 تا 10 سال دیگر آریامهر در ایران بود ما همه اونها رو پشت سر گذاشته بودیم. اگر قرار بود آقایان تنگ نظران، حسد ورزان، عقده گشایان که پول نفت باعث پیشرفت و مدنیت گردد، امروزه باید مردم سعودی و لیبی و کویت و عراق و ونزوئلا با فرهنگ ترین مردمان جهان باشند، نه سوئدی ها و هلندی ها و دانمارکی ها و فلاندی ها و فرانسوی ها که نفت هم ندارند. از ثمرات همان استبداد یا به قول مقرزان قلدریست که ملت رفاه و آسایش رو دید و از اون عصر قارنشینی و از اون دوران پسمانده قرون وسطایی بیرون آمد و روزخانها رو خانه خراب کرد. زمانی که رضا شاه بزرگ در ایران پادشاه بود، حتی دموکرات ترین کشورهای امروز نیست، دیروز هم خدمتون گفتم، رهبرانی چون موسولینی این فاشیست بزرگ ایتالیایی، هیتلر این آدمخوار بزرگ غرب در آلمان، استالین پدر بزرگ آدمخوران جهان، جنرال فرانکو در اسپانیا
و یونان حتی سالها در دست سرهنگ های آدم کش بود. از آنجایی که در طول سه روز گذشته سه برنامه در ارتباط با خدمات این دو ابرمند خدمتتون ارائه دادم و خانوم عبدی هم اگر بخوام در مورد این دو ابرمرد صحبت کنم لزومی هم نداره کتاب‌های وزارت ارشاد رو بخوایم بیاریم اینجا بفروشیم، باید ساعت‌ها صحبت کنم. حضورتون عرض کنم قبل از اینکه به تحلیل روز و اتفاقات و حوادث بسیار حساسی که داره شکل می‌گیره بپردازم و به شماها بگویم در رسانه‌هایی که موذیانه یک سری مصاحبه‌های بسیار زیرکانه داره انجام می‌گیره، پشت پرده این تحریم‌ها، پشت پرده فرستادگان و کاتالیزورهای نظام، برای بچه‌هایی که وابسته به رفسنجانی هستن به خارج از کشور و سبز بازی در می‌آورن، مثل کی آقا اون بنیانگذار سپاه آدم شده اینا که نمیدونم سازگارا و نمیدونم اکبرگنجی شکنجهگر و مخمل باف و نمیدونم دار و دسته آخوندهای که دارن این کارا رو میکنند و در درون موسوی که امروز تهدید میکنه اگر فشار روم بذارید من افشاگری دوران جنگ 8 ساله رو میکنم و این حرفا. ببینید چقدر تو این جنگ 8 ساله جنایت شده، دزدی شده، آدم کشی شده که حالا خودشون به جون هم افتادن و از این گونه مسائل. یک تحلیل بسیار چارانه خدمتون ارائه بدم، اما قبلش میخوام از سرکار خانم عبدی خواهش کنم یه نیم ساعتی در کنار هم با هم درد و دل کنیم، صحبت کنیم و بعد برمیگردم و برنامه رو ادامه خواهم داد. میریم و برمیگردیم، با ما باش.